دوست عزیز سلام، خوب خوش سلامت سر حال باشین. ما امروز رئیس مرم طرف پاتو عالم اکثر یک کتل هستم که طرف از مو غریب رم شد و طرف از مو پاتوم شد. سر بند دیخون یک برنامه داریم، یک برنامه ویژه بلده خود آقای اخلاصی که میخواییم رو سرپرایز کنم. خب چون می فکر کردم گفتم که چه رقم مردم را جمع کنیم، از خاطر گفتم که ما میخوای در بخش مالی یک تحقیقات کنی، از خاطر مردم هار کلگی را جمع کنیم. حالا منا کلگی است موریم در سری بندی دهقان. اصل برنامه از ما سرپرایز کدانی آقای اخلاصی مرتاخر امرایی کن. دوست عزیز رسیدیم سری بندی دهقان، گفتم که کلگی را در یک بانه جمع کدم، آلیم کلگی منجی جمع. سلام علیکم آقای اخلاصی، خوبین بخیرین سلامتین؟ سلامت باشین، تشکر بسیار دارم. سلام علیکم، خوبین بخیرین سلامتین؟ سلام علیکم، خوبین بخیرین سلامتین؟ سلام علیکم، خوبین بخیرین سلامتین؟ سلام علیکم، خوبین بخیرین سلامت باشین، تشکر. سلام علیکم، خوبین بخیرین؟ سلام علیکم، خوبین بخیرین سلامتین؟ سلام علیکم، خوبین بخیرین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوبین بخیرین سلامتین؟ تشکر. سلام علیکم، تشکر، سلامت باشین. خوبین؟ سلام علیکم، خوبین بخیرین سلامتین؟ سلام علیکم، تشکر، سلامت باشین. خوب این کلگیشیم؟ ببخشین کازاب کدوم امروز شما را واقعا ببخشین. دوستا از اینکه امی مزایمت خلق نشنه دیگه بخیر، ما شما چای خم خورده نال از یک یکان ممکن دوست دارد با ندشته شد. خب آقای خلاصی خوب این دیگه کن انشاءالله. خدا شد، تشکر، خوش آمدیم. زنده باشید. مسئول مالی آقای حسینی بود دیگه؟ مسئول مالی آقای حسینی است. آقای حسینی، پیش از اینکه ما کمره را سیر کنیم بخم ما سوالخ جور دوم اینجی و شما سوال نم درست. خوش آمدین. تشریف آوری همه مهمانان، مصطفیدای عزیز، قلیدار صاحب محترم، قماندان صاحب سروری، پدر مقصود جان، همه دوستان را اینجا در بلی بند دهقان خوش آمدید میگیم. دیگه مسئول مالی هستم حبیب الله حسینی، مسئول مالی بند دهقان گلستو. خود قدم اول از بند دهقان که بخششم تعریف کنم که چی قدر ما عاید داشتیم در اینجا و چی قدر مصارف از این بند شده. در قدم اول مصارف بیل که در اینجا بیلا کار کرده 22,30,100 افغانی دو دانه بیل، در کل دو دانه بیل امینجا کار کرده به مدت 52 روز دیمی 22,30,100 افغانی را دو دانه بیل اینجا کار کرده. کرایه موترها اینجا شده 4,28,080 افغانی، کرایه 5 دانه موتر شده اینجا. 5 دانه موتر اینجا کار کرده 4,28,080 افغانی کرایه زمین موترها شده. از کارگرها اینجا که کارگر کار کرده روی پلسترکاری از چی از اول تا آخر بند اینجا کار کرده، پلسترکاری و دیرا و مثلا اطراف های از بند و دشت و اینا 1,05,400 افغانی کار کرده، کارگرا کار کرده. خریداری وسایل سیمنت و سنگ و سنگ شکنی و سنگایی که اینجا آوردهش در چیندهش در 3,83,470 افغانی مصارف از زمین سنگ شکنی و مثلا از سنگ آوردن و ریگ آوردن همی چیز داشت. بله، مصارف دشتویی که از نو دو دانه اتاق دشتویی زنانه مردانه این ساختش در 79,500 افغانی بوده که چادر پوش شده داخلش بیرونش بخی پلستر شده 79,500 افغانی. صفحه برخی که اینجا پایه مثلا نشننگاه درست شده اینمی کسته از صفحه برخی کسته تا پایش تا پومپو دیدار شده صفحه برق 30,200 افغانی، 30,200 افغانی امرای پایه و شیشه و پومپ و سیم و اینا 30,200 افغانی. سیم خاردار، سیم خارداری که امرای پایه از اطراف از گرفتش در داخل از پایه هم کاملا سیمید و چی پرش در شین ماسه خنقه سیمید پرش در اینا بسیار محکم 50 سانتی دقیقا ار پایه داخل سیمید رفته و 1.50 متر به خاطر زمین خاردار که گرفتش در بیرون مانده.
25015 افغانی مصارف زمین اطراف بند که تا 150 متر این طرف 150 متر اون طرف بند اطراف بند کاملا این دو طرف دیوار بند یک لگو 25015 افغانی در جمع از زمین شده. آره اواید کلی بند دهقان اواید کلی بند دهقان چی از داخل بوده چی از خارج از دوستا بوده 32 لگو 80508 افغانی بوده 32 لگو 80508 افغانی اواید از ما بوده که از چی عمده بخشی از مو عمده. خب مصارف بند دهقان مصارف بند دهقان 33 لگو 81765 افغانی شده. البته که ما باقی داریخ از این نگاه که با کمک همکاری همه دوستا بده که ما رو وعده شدگی دوستا که البته اگه در دوستا پیستش تانو در دسترس از ما قرار نگرفته امی باقی داری از خاطر زمان ما چه قرار قرار داریشم؟ 32 لگ 33 لگ 1 لگ 22350 افغانی آره 1 لگ 32350 افغانی باقی منده که از سر دوستا مندم دوستایی که پیسه بخشید مرا یک نه ان شاء الله قرضداری زمم خلاص میشه ان شاء الله به امید خدا سلامت باشین. از بند دهقان بله بند گلستو بند گلستو من اینجا به امید خدا که ما توزیع میدیم مصارف حوض صفحه یک بند گلستو چی شده بگیم؟ اواید و مصارف شده که بگیم؟ اواید مجموعه مصارف درست است آقای خلاصی سر؟ بلون چرا؟ بند مصرف بند گلستو آره 12 لگ 55099 افغانی آره. این از جمع زی بود آقای خلاصی آره کلی کمک ها کلی کمک ها رو بخون آقای خلاصی اینمیه دیگه آره آره 14 لگ و 36300 افغانی کلی کمک ها عمده عمده بخشه اواید است برای بند گلستو عمده 14 لگ و 36300 افغانی پرداختی که مصرف شده 14 لگ و 26080 افغانی مصرف از ما بوده در بند گلستو بله یعنی مبلغ موجودی که مانده پیش از ما 10213 افغانی بند گلستو ذخیره داره. خب یعنی کارش تکمیله دیگه. کارش تکمیله فعلا مقصد از قرار که کار مانده او کار فعلا ما شروع نکده که جوی زو از بال از یک طرف کو در یک طرف کو بند است باز هم جوی زو میخوای ان شاء الله پخته شروع کنی از بال گرفته باید در داخل بند اونمو کار مانده و فعلا اینمی پیسه که اضافه مانده از بند 10213 افغانی پیش بند گلستو مانده تکمیل خواندش ده و یک مطالعه میشه یک بازی دفترچه خدمت خانم شایسته تقدیم میشه هر دو دفترچه تسلیم کنم آره با امید خدا سلامت باشین یعنیم خدمت شما از بند باشه وقت تو میخواد نمیخوام یعنی از بند گلستو است یک ساعت وقت میگیره تا پیش آره یعنی از بند دهقان است بله اینا خانم شما پوشم داشتم اونجا مور بده آقای زاده مورید مورید بخونید بخیر نه امیر حسینی تو در گزارش حسینی باز بگی بگیم اینا نامه این دینا رو دیگه یک مثلا پیسہ از هر طریق کنه این باز آقای زاده چوبم مشه خود در تابلو دیدم شب باز آره این خود در ویدیو ان شاء الله در دفعه بعدی مگی اصلا مش در انجیل نیست نبود در تراز باشه صد در صد بله یعنی خدمت شما است خانم شایسته سلامت باشید از دو بنده حتما ما باز میتوانیم ان شاء الله سامش کلا گشاسته دیگه دمیشه یعنی دقیقا 70 روپی پای گذاشتی که من دیگه نمیشتکمیل در صفحه که چیز هستم معلومه که این خدا تعداد در بند دهقان 233 نفر کمک کرده 233 نفر هست آره کلگی نامای محترم دوستا اینجا هست قد مبلغ کمکیشی و از کدام کشور هم ده آره در بند گلستو او قدر نیه یک سالی شما خواهد یک سد چلیک نفر در کل دبند گلستو یک سد چلیک نفر کمک کردن ای دوستا از کجا بوده از کدام کشور بوده اینا رو بحتن شما بخیر بخونید اگر ایر مفصل بخونی یک نیم ساعت وقت طول میشن حتما شما بیشتر میتونید تحقیق کنید
کدام رسانه دیگه چینل های خبری دیگه هم خواسته باشه، ما بخشی هر کدام از عزیزا یک نسخه از این را دیده میتونی. بله. و در زودترین وقت ما بخشی از شما قول میدیم که این مجله پاتو چاپ میشن و تیراژ چند صد دانه در کل دفاتر دولتی توزیع میشن ان شاء الله، در کل مکاتب جاوری با امید خدا یه مو قول میده باشه ان شاء الله. خیلی مدت بود که می حسابای مو گنگ بود، ان شاء الله که به برکت اندون شما می مسئله واضح شنه، خدایشی مردم یک دفعه فکر میکردن که شاید خیلی چیز ای آقای بگو 30-35 صفحه ای یک امی پروژه شهید تبسم رم که قدازی زمین مکنی ای یک مجله کامله دیگه. آره در سر از او بخیره کدام پروژه دیگه هم که حسابایش خلاص شد او رم زمیمنی. آره دو سه مجله پاتو در نظر مخصوص بخشی گزارش مالی میتونه باشه. ای را انشالله به امید خدا که اینا دوستا میتونه پی دی اف و یک گره دیگر هم که مو پی دی اف ازیره بخشی دوستا میتونه چی کنی پی دی اف خیلی راحت راحت میشه و ای را دوستا رو گفتم مسئول مالی بند گلستو آقای رضایی صاحب است، مدیر مکتب شهید قربان علی مصروفیت که جان داشتن گفتن از ما را آقای حسینی بخونه. بعد آقای حسینیم که مسئول مالی در بخش دهقان بود که بخیر یعنی کل کارا گزارش های دو سال تکمیله. همین مسئولین را بلدی مسئولین شما یک ماش در نظر پیشتر این شادم دیده شد پس هیچ دهی لیست نیه کدوم مسئولین خانم شایسته ما نفهمیدیم مسئولین بند مسئولین بند خودید مثلا خودیم باشم یا نه آقای اخلاصی که مسئول ارتباطات از مرده خب دقیقاً نه یه چیز کم کت خوب او کارم جای خواری آقای اجازه بده نه آقای اجازه بده مرا نه یک دقیقه ما میخواستم کم میترخم واضح بشم نه اجازه بده یا مفهم کارت میخوام آره رقم خانم شایسته ما درباره از که کدام معاش ده به خاطر آقای اخلاصی یا به خاطر خود ما خود ما اول تا آخر که بند اینج بودم ما خودم بودیم از پیسنگ بند تا آخر که تا هنوزم کارای میدوام در ان شاء الله کار منم معاش نداشتم نه توقع داشتم از دوستا که بخشید ما کدام معاش تعیین کنه یا طرف مردم اما هم آقای اخلاصی یعنی که آقای اخلاصی تا هنوز این دوستایی که اینجا شرف حضور دارن ما تا هنوز یک روپی از حساب بند بخشی آقای اخلاصی کمک نشده چی آجا دیگه زی که از طرف مردم ما کدام معاش بخشیدی تعیین کنی تو بر مسئول ارتباطات از موشن و خود ما هم همچنان ما گفتم که ما توقع رم ندارم و از اول تا آخر مسئول از این کار که بودیم انشالله این کار خرم تا آخر در سر میرسنم دوباره کارهای من که مانده در سر میرسنم محضن لله و خدا مهربان است که به امید خدا. آقای علیزاده مسئول بلین دیگه شما تنها مسئول بل نه آقای که خانم شایسته بلکه مسئول آقای بشارت بگفتیم خیر مشکل نچتون در دانشگاه مر آقای بشارت هم بگفت بسیار همی مسئول از همی پروژه هم اما همی مثلا کار از همی پیمانکاری زی مثلا دو وقتی از ما بوده هم مسئول پروژه بوده بسم الله الرحمن الرحیم البته دوربین نیه یادی نه نیسته نه فرهاد اخلاصی آقای اخلاصی در بین به عنوان مسئول ارتباطات واقعا نقش 100% برای بند دهقان داشته از نه از طریق مردم مثلا برای آقای اخلاصی پول در نظر گرفته شده و نه از طریق مثلا مسئول پروژه مثلا امی پول در نظر گرفته شده هیچ گونه مثلا پولی بخشی آقای اخلاصی در نظر گرفته نشده اینجا عمود رقم به افتخاری آقای اخلاصی امی کار مثلا که واقعا مثلا تا به عنوان الگو و نمونه شده برای مردم خدمت چنگیر پیش برد بسیار آقای علیزاده سوال بعدی بله آیا شریک شدن اخلاصی در بلهای مکانیکی و پول پسنداز کردن شون حقیقت را یا نمون شنیدیم بخشایه؟ براستی که مثلا همه اکثریت دوستا این شایه را پخش شده آقای اخلاصی در بلهای مکانیکی یعنی یک روپه مثلا در این بلها مثلا شریک نیسته و بعد از دوستا بخاطر که مثلا واقعا همه کارهای عمول منفر میخواید ضربه بزنه یک شایعه پخش شده حتی گفته که آقای فرهاد اخلاصی در بلای علیزاده شریک است و در دکان آقای محسنی شریک است خب این گپا رو گفته اینا خدا شاهد به این آب نمک مثلا که خوردیم در سر از بند
یعنی آقای اخلاصی 1000 افغانی مثلا در بلا سهیم نیست و نبوده، فقط خیریه جوان مردانه به عنوان ازمی که همین مردم همین قوم مثلا ازمی بحران خوشسالی و بدبختی و مثلا آوارگی نجات پیدا کنه، این میر افتخاری دوکده گرفته تا حالا پیش برده که شب روز در کوتل در زیر باران، زیر برز، در یخی، در گرمی حتی یک موتور مناسب هم نداره هنوز، مثلا اگر در بیل شریک باشه دقل آقای اخلاصی یک موتور مناسب برای خمیده. آقای اخلاصی واقعا یک شخص صادق راستگار و واقعا افتخار بلده مانم خواهم چرای تر گپاز در پشتی. خب هر جایی باشد مثلا هر انسان میگه به اندازه خود که رشد کرد، اما قدر مثلا کسایی هست که واقعا این چشمش نمیبینه او آدم را دیگه دقیقا مثلا یک شایعه جور مونه تا مثلا که میخواهی مثلا متضرر شود و انشالله آقای اخلاصی متضرر نشده و روز به روز مورد استقبال همه مردم قرار گرفته و پروژه بعدی خیلی زیادتر از این داره و مثلا همی ارتباط داره و داره پیش بره. آقای محسنی آقای اخلاصی چقدر دکان چیم شدیگه؟ ای کاش همی شایعه به حقیقت تبدیل میشد. ما که 20 سال است که شغل دکان داری بره 20 سال بله و آقای اخلاصی 20 ساله که از دیر قرضداری از موت آنوز خلاص نشده. ولی ما بگیم ای کاش که همی امی شایعه مردم به حقیقت تبدیل میشد، امی قد از ما سهم بود خوبتر بود. از یک قرضدار شما باشد؟ والله. اول شما خوش آمدید میکنم. سلامت باشید. ما به نمایندگی از مردم شریف پاتو نه تنها از که بگیم که آقای اخلاصی دی بلا و دیگاه برحال مگه کار جو نو شریک است، نه با نیستن دروغ است. آقای اخلاصی به خاطر سازندگی منطقه، به خاطر اتحاد منطقه شب روز قدم برمیخوره، شب روز زحمت میشه، جایزی که برحال آقای اخلاصی تقدیر شوه آقای اخلاصی تخریب میشه. ما امیدواریم که تخریب مردم هم برای آقای اخلاصی یک امید شوه، گیر دوباره به شور بیره، بیشتر کار کنه، عدم زمانی که رقیب و گبان نداشت کارم همین کنه. ما امیدواریم آقای اخلاصی صاحب در دل نگیره، دان خلق دروازه شار است، بیشتر خدمت کنه تا این منطقه آباد شوه، آزاد شوه. امید و روزی که بخیر آقای اخلاصی بیاد تنها در پاتور بکار کنه، برم جاهای دیگه افغانستان، جمهوری دیگه افغانستان بار خدمت کنه تا این وطن آباد شد انشاءالله. مو بخاطر از اینکه چون اول کارم بودن این کارا آدم ها به مرور زمان تجربه پیدا میکنه. دفعه اول امیر خم افتخاری همه مشروک کردیم آقای اخلاصی که آدم خیلی فعال بودن که ساله ها کار کردن در کنارشون بقیت استخوان دیگر که اینجا بودن، نماینده های قریجات بودن، همه افتخاری شروع کردن تا الگو و نمونه شوند تا جاهای دیگر یاد بگیرن، دنیا یاد بگیرن. در دنیا افغانستان این خم است که یک کشور دوز است، هر کس خلاف دزدی میکنه. به هر حال مومگی امیر بخش دنیا نشان میده که افغانستان آدمان سادی قادمان فعال دیگه هم دارن که میخواه افتخارانه با کوره گرسنه با پای پیاده بره در کوه ها در مناطق دیگر براد کار. یعنی فقط هر ما میرسیم ما باید برای دیگرها الگو شویم تا دیگرها یاد بگیرن که نه تنها در افغانستان آدمان ورخم هم هستن، آدمان دیگه هم دارن که نموز صادقانه شب روز برحال برای ازی با سازی ازی منطقه برای اتحاد مردمی خود جانانه با کوره برسنه با پای پیاده کار میکنه تا بر دیگر الگو شد. فقط حرف ما همین قدر بودن. انشالله ما باز خیری صدا میکنم که یالم دیر نشده دست آقای اخلاصی را، دست بقید دوستان دیگر که در کارهای عامل منفعه در منطقه خدمت میکنه، دست تنهارم کم کم بگرن بخیر تا می نامم و خرج آیال خود را تمیل کنم. تشکر آقای سلام. زنده باشیم. این کار از ما این تو بود که اول کار بود، این پروژه اول کار بود، حتی بودجه ازی فلان معلوم نبود از اول نه؟ باز بودجه ازی معلوم نبود دیگه، همی تقام موی شروع دیم باز بودجه ایت معلوم نبود، محصول هم خوب سهی معلوم نبود، تنها ما بودم که آقای اخلاصی بود، آقای علیزاده بود، آقای حسینی بود، این کار شروع دیم. مردم هم اتفاق هم بستگی همدلی
نداشتن نام. با زمین کار شد که مردم هم همه وابسته شد کم کم مسئول هم معلوم نبود. یامید خلاصه کار که کار ده همه هنگی کار ده رفتی تا آخر کار دیگه. باز آقای اخلاصی میگه قد از مو به عنوان یک همکار مو همکار بودی هم راشه میده. کار که رفتیم خلاصه خیلی زحمت زیاد کشید دیگه آقای اخلاصی. زحمت زیاد کشید خلاصه دست درد نکنه. باز به عنوان یک رفیق دیگه قد از مو میته همکاری کرد دیگه مو امیر قم مثلا از تل موتورش از جیب خاص پولی شخصی خود نکست پولی مسافرین از پولی مردم خلاصه هم کم کم همکاری کردیم خنجش. حالی هم همکار هستیم آقای اخلاصی که مثلا در پروژه هایی که مثلا سه تا پروژه چهار تا پروژه جای دیگر کار میکنیم آقای اخلاصی هم از پولی شخصی خود کم کم همکاری میکنیم. اگر ما زیاد همکاری کنیم باز مردم میگه مردم فکر مونه که باز اینا خدای نکرده با هم دیگه دیست داره چی رقم است اگه قرار برای اسمت علیزاده برای عادی علیزاده درست میکنه. باز مردم زیاد توته هم کرده باز گفته اینا ده یکی بلای آقای علیزاده و اسمت علیزاده آقای اخلاصی شریک هست. خب ما باز دیگه خود منظور از اینا یکی از یکی مردم گب نکنه خیر هستن این مثلا نخورده نبرده و از درد گرده همین گب هستن. اگر اینجا گب ما بود گب ها بیشتر ما شد همین که کارا دستر رسیده و اون مو هم ماشه همه چیز است. اگر می گرفتی شاید همه دی کامیابی نمرسید گب گب جور می شود. یکی ده باید قربانی بیدی از منافع خودتر شده تا منافع عمومی تأمین شده نمی دفعه باشه. خلاصه همین که ما با آقای اخلاصی حتی که کمک هم نکرده خلاصه ما خودم کمک نکرده خو این منطقه ما خو مردم جمع نشده که یک سرسرشته درست کنه که یک مسئول مالی یا مثلا نفری که حساب کتاب ایر ماش برایش تعیین کنه ساخت بندای دیگه بند سریا که اینال تقریبا 20 نفر اونج کس مدیریت داره که همش ماش داره ماش خور است. ای از اول کار از مو همه تقم پیسه خویش درک نداشت دیگه در دو لگفانی کار شروع گده همه تقم کار مو همبستشت کارشت ای کار بخیر که این روزون دسر رسته دیگه. باز مردم زیاد است دوستا زیاد توته هنه که حساب ازی چرا حساب دیده نشته چی نشته حساب ازی خلاصه این باز حساب دهی مونی که حساب بخیر همه مسافرین در خارج دارجه است حساب های خسایی مونه و نامایش در روی ازی کتاب چه است و نامای خسایی کنه. باز اگر کدام اعتراض داشت اون اعتراض شی در جای اعتراض شی باز ما جوابگو هستیم. باز در باره آقای خلاصی دیگه مستقیم که ما همکاری نکدی. اگر مستقیم همکاری کنی رسانه ای همکاری کنی میگه ای دیستره. حالی که ما همکاری نکدی مردم میگه دیستره با بلا شریک هستم. همیتر رو برو یک نفر قد از ما گفت که در کدام بلایش ما آقای استاد اخلاصی شریک هستم. مال خمونه اگر شریک ما بود آقای استاد اخلاصی قدر خیلی پیزدار میشود. و کدام مغازه آقای محسنی میگه شریک هستم. یعنی تا توتعه های زیاد هسته دیگه مردم زیاد توتعه ندیم. ما زیاد طوره نمیگیم میکنم شاید ما میگیم او از ایده عزیزایی که اعتراض منم حقی از این خاطر که اول آدم تشویش خلق میشه بعد از اینکه تشویش ها خلق شد آدم اعتراض منه اعتراض که صورت گرفت پاسخ رو دیده میشه پاسخ که در او زمان خاطر آدم جمع میشه. اگر ما بخواهی که ذهن عمومی آرام شنه بعد از باید یک سر سوالات را یک سر گفتگوهای را تیر کنیم تا با این بسیم که واقعا شفافیت به وجود بیاید. امی گپا بوده ما امروز سبب شده که این گزارش بودن به خدمت شما تصمیم کنیم. ما در این باور هستم که رفته و خیر فضای خوبتر دوستانه تر فردای جا غریب انتظار دارن. این سر روز اینمی گپ گپا روژای مشمور خیلی مختلف بودن. یعنی هر کس که اینمی تا گپ گپ باشد دل و جرأت نمونه که وارد کار شنن به خاطر از اینکه ما اونگه دنیا را دابروی خنمیده. حتی کسایی که دایی را از کار مونه یک ایده ممکن پیدا شنه که زن و بچه زور تنه بیدیم. باز با انسان امروزی هر گپ را قبول کده میکنیم تا تنه روی بچه های را قبول کده نمیکنیم. اگر حمایت جای تقدیر را بگره اگر تشویق جای توتر را بگره باور کنید که در جاغوری اخلاصی لیادم علیزاده لیادم صدها صدها هزارها هزارها افتاده یک منطقه مگه ما گشنا باشم توشنا باشم منطقه گب منت در سر میده در نشن زمینه اگر فراهم شد بو زمان دیگه بخیر این وطن از مو
یعنی یک وطن خود شد که بالاخره روز به روز تغییر خواهد کرد. یعنی سالمایش که خیلی زیاد یعنی روز به روز باید تغییر کرد. این قدر سختگیری باعث از ایش نکه که رجوع کن پیش بره. ما میگیم خدا مهربانه. انشاءالله عزیزایی که پیش از این بوده ترور شدن. عزیزای این موی سفیدای این منجی که هستن بار کس که این میتو کارا را سابق مگدده ترور مشدده. این کمین مشدده شهید شدن. تبعید شدن. در زندان رفتن. یه گفت ها ایج گفت میگه. ایج مشکلی ندن. باید صبر و حوصله داشته باشد تا اتم به اون فضا برسه. اگر اجازه آقای محترم و بگین بگین منجی من این ما بهتر است که ایوازی که خود آقای اخلاصی از خود پاک ما بگین جای دلیل بشت منطقه این اینجا میشین؟ آه میخواییم از شما بشنویم مو صحبت باید اینجا بله بله ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم. همسره محترم اما از این حرفایی که حالی چنیده میشه اصلا موی هیچ خبر نیستی نه آگاه نبودیم ولی کم کم آگاهی پیدا مونه که حرفایی هست در بین که آقای خلاصی رو متهم منه که یاد بل شریکه یاد دکان شریکه. ما اینجا 76 خانه یا 80 خانه یک بیری ملایی هستیم. با اجازه یک دفعه همین چی فقط یک نکته آقای همت صاحب ما از همدون چیم بسیار تشکر نی ما یه نمین چی چون دمی داخلی پا تو در نام پنج دنگ مگیم باز از پنج دنگ یه نمی یادم است یک نفر به نام قماندان عمومی به نام سروری کوچکی مدیره قماندان عمومی مردم پا تو است خیر و بهبودی کل کم و کس در این مرتکه معلومه. از این سوال کن که یه باز بگیم باز دوباز میستری سیبم بگیم بسر میشنویش تو بگی تو از خود خب مو حالا بخی همیتور بلده مو یک چیزی نو هست که میشنوی پیش از ایش در جریان از این حرفایی یا حتی همه تبصریش نشنیدی مو نه تنها آقای خلاصی را با عنوان که حالی که شنیده میشه استفاده جو نمیشناسی بلکه یک شخصیت بسیار عالی دلسوز برای از این مردم تمام پاتو که در کل پاتو زمان وقت 1000 خانه اضافه تر بود حالی که مردم کوچ کردن در حدود 500-600 خانه در پاتو زندگی منه در تمام پاتو جست خیر آقای خلاصی زحمت هایی که کشیده در باران، در شبهای یخ، در آفتاب سوزان حتی باور به خدا کنید که ما از این خبر داریم که در اون گردنه کوه که در سرش ما را حمله کردن به خاطر همزی مردم که ارتباط را برقرار کنه، صحبت ها را در جایی برسنه ما را در بلیش حمله کردن با وجود از این از تصمیم خود نگشته و کمکاری نکرده برای مردم یک روپی چیه؟ یک روپی نه از طرف مردم نه از طرف کسی دیگه ما نشدیدیم که کس برای آقای اخلاصی گفته باشه باور به خدا کنیم موتورش به حد کونه موتور است که اون موتور را ایج نه قلف داره نه کلی داره اونم جا که پرتن آقای اخلاصی می موتور مگه یه ده کس ده کار کس نیه امرای اون زمو زندگی مونه رفت آمدش تمام جایی کنمی قدر گردیش مونه ده کل مره مثلا ده کوه مره ده کوه مره ده چهار طرف جاغوری گردیش مونه و اونم موتور کنه اگر استعداد یک لنگ بیل ده یا مثلا یک شریک بیل ده اگری می داشت اول بلدی خیلی یک پایکش می خرید ضرور بود بلدش لازم بود و این چیزها را نداره نه گبی واقعیتش باور به خدا کنی که ما کوشش منی در بین منطقه خب مردم غریب و بیچاره است که آقای خلاصی همراه همه ایشان هر کدامش را دستش گرفته هر کدامش را از میثاق شهروندی گرفته تا شبکه های ابرسانی تا هر جای را هیچ کس مردم خبر نیست آقای خلاصی از کجا پیدا مونه از آمریکا پیدا مونه از کجا پیدا مونه از استرالیا پیدا مونه میره برای این مردم میده که اینی را بلده خواه ابرسانی جور کنی اینی را برادر عزیز من یک چیزی دیگر جور کنی شما مردم جویشون پخته شنه این چیزی دیگر خب اینی تک شخصیت است آقای خلاصی نیره که ما میشنه بخی ما تعجب کنم الان
تعجب منم به این زندگی آقای خلاصی را مو دیده تا دو سال پیش را. خانهشی از مابنی ترک کرده بود گنبزی سابقه که پدرش خدا رحمت کنه که این سال گذشته تر ما به عمر در دو سال بخشده در داخل نظم خانه ترک کرده زندگی میکرد. ایناله به کمک دوستا و برادرا اگر نکه والله که یک روپی رو ما یقین میدیم قسم یاد منم که یک روپی رو آقای خلاصی از سوی استفاده یا مثلا از غیر مشروع نه در خانه خود کار گرفته نه در جای دیگر نه شریک است نه در بل شریک نه در دکان شریک حتی شاید از امو خرج خانه خودم همیشه باقی است در من معلوم است. من خودم دقیق در عمرات زندگی آقای خلاصی با هم هستی کلی چیزاش در ما معلوم است. این اینقدر ما خدمتشون صحبت کردیم دیگه چیزی واقعیت را گفتم نیست که ما حرف اینو حق نم اگر مگه نمونه شه بین ما شما را نشان بدیم اون دو طرف نزی سنگ اگه بریم نمونه کارایی که برای از این مردم سی خانه در اینجا زندگی مونه هیچ خبرت نیست دولگو شست و چند هزار افغانی را از کجا آورده برای این مردم در دیفت خود از ما دیده که توی نیر بلده از این مردم شبکه آبرسانی جور کن در پیش هر خانه از این مردم شیر آو باشه که این مردم از اینجا استفاده کنن که تا تکلیف نشه. این از فقط از چیزی آقای خلاصی است که نیمه قدر خدمتار مونه و هیچ کس هم نمفهمه که آقای خلاصی تو از کجا پیدا مونی ولی خودش من دو برادر را یعنی پول بگنین اینی که این تکار رو کنین. یعنی ما 72 سال عمرم رسیده تا هنوز نمی 72 سال نه در طبقه ملا نه در ریش سفید نه در باب نه در هیچ طبقه در جامعه خود در پاتو ما کسی را ندیدم که به این حد خدمتگار مردم بوده باشه یا برای مردم خدمت کرده باشه. نه تنها یک در سر قول که ملای سر قول است نه تنها در اینجا در کل پاتو که نمونه پاتو کلش اینجا کنانای ششته آدمای بسیار چیز محترم است اینجا از پاتو است. ایره ما به جرأت گفته میتونیم که اینا نگویه که والا اگر ما دروغ میزنیم اینا میگه که والا تو دروغ میگی اینه واقعیت رو میگم بندش سلامت باشی مهربانوش اخلاصی از قرار خدمتش ای که دمو کده مو یک به یک نکده بسیار نادیده گرفتی ای قدر خدمتی که شب و روز قدر از مو کده مو خدمت دایی نکده نمونی اگر دوست دارم جو کودم نکده نکده دیگه دادم کتیم سهر میگری نیال میگی نمونی اگر وفت سمزوش و علایده وایم سر کتل کمردست شد نیم کلم شدم امزو کتل امو یخی یک آدم نشته که ایر در دکتر برده شک 5000 پی یک 500 پی دیده شک برده دکتر دوا بگر بخشی خوب اون نیم کلم شده دیگه امی بخش خدمت مردم است. دیگه ما گفتم امزو خیمه ای که اونجا سیاره که نماره در تلویزیون نشان میده خو اونزو گفتم یک دنه امزو باید بخشی سو گشتش نه که منش خیمه خده ای منش بشی آورا سموش گفتم سموش بسه کار نمیده دیگه نمسا سموش دیگه اونوتون چیزا که مرفت سل میکردیم چیزا را دلیلی مگفتیم ما به عنوان یک فرد این زی منطقه که سندم این سال 66 ساله استم مدت 10 سال است که آقای اخلاصی در این منطقه که ما از زن و بچه خنان میدیم این دیگه آمده نداره ایر ملا گرفته ما خوب ایر امزی ملا که گرفته خانه 1800 روپی میدی بچه های خرینیم زی نان میدیم این دیگه هیچ کس کمک نکن و یه خدمتی که در مثلا هر کس را هر شخص هر انسان خدا یک خصوصیات خاص میدیم در مسئله که ارتباط بین مردم و از این خیرین محترم از این مسافرین که در این بنده ها در این مثلا شبکه ابرسانی که خدمت کده همکاری کده توسط آقای خلاصی که مثلا رابطه از مور قدزا برقرار کده و این آدم اگر نمو بودی در این جنه پول بستم شد نه این بنده بستم شد نه شبکه ابرسانی ما در خانه خشته بودم دیگه در خانه خو درست نام از این ملایه این ملا است ولی تمام مشکلات مدت روش از این دخته که تو یعنی تکو یعنی همکاری کدم یک موتوری هم دره که در آجایی که تل شده که خلا شده مونچی که مفرد دیگه کس رو دوزم نموبره
لشی ای خیرین یا مثلا کسایی که کمک ده اعتراض، اگر اعتراض نباشه انسان بالم نموره، چون رقابت اگر نباشه بالم نموره. ما هر کسی ایر اگر اشتباه نمیگیم که اشتباه گفتم، مرد و مردانه گفته، چون اینجا از پاتو پنج دنگ است، هی کلگی کس برای کس گردون خوب است. نه اینجا ای برادرایی که خدمت کرده ده اینجا مگه یک شعر است، مگه چراغی را که عزت بر فیروزه تران کس پوف کند ریشش بسوزد. یک شعر است. ای هر کسی که خدمت که دور خدا خوش داره، قوم خوش داره، باید از این مردم پرسان کنه که آقای اخلاصی بده یا خوب. اگر این دوزمو بودی دوزی میکدیر، ما اصلا نه ملا میگریتم نه در این منطقه میگوتم برو. ما از دوز پشتبانی نمیکدم. ما امروز این خدمت که در این ارتباطی که بین از ما و از این مسافرین و از خیرین که برقرار کده در پاتو، بلکه در جاغوری خیلی کم کسی تر آدم باشد در جاغوری از ما. دقیقا. ولی هر کسی که ما این افتخار منم در افغانستان خود، چون ما بچه افغانستان هستم، در هر گوشه و کنار از این مملکت که آبادی باید، بادسازی باید، بخشی از ما افتخار، چی در منطقه هزارآباد باشه، چی در منطقه پشتونشین باشه، چی در ازبک باشه، چی در تاجیک باشه، افتخار از مایه ای. ای افغانستان که آباد شد، ما آباد استم. ای یک مسئله خانم شایستم. باز مسئله که از آقای اخلاصی، از اون نگاه مسافرین و خیرینی که ای گبز موره بیشونه، ما سریحن با مثلا اطمینان میدیم. از داخل و خارج که این نقطه را از یا چی برن که آقای اخلاصی یک روپی پول از این مردم را نخوردن، از این خیرینه. یعنی می که زن و بچه اخرا نان دادن بخط بخاطر یعنی می زیم معاش. یعنی می این سال مو دیدی که موتورش در آمندن، باز این سال معاش هم زیر بلند کده، خانه یک هزار کده که یک لکشن، دوازده ست دوازده و نیم ست که خانه یک لکش نه که امی پردهش نه که از گوشنگی امی دران هم نمونجا. خب از ما این میخوند برای محمد و آل محمد صلوات الله. خانم بشارت بسیار خوش آمدین. در سرزمین سنگزار پاتو ضرب المثل بود، همیشه پاتو یک ضرب المثل عام بود در کل. ما بسیار خوشحال هستم که امروز پاتو یک حرکت مدنی را که در سال گذشته قرنطین بودن شروع کردن، در سخت‌ترین شرایط که دنیا در دچار بحران بود، بحران اقتصادی و مالی بود، ما در سخت‌ترین شرایط شروع کردیم که بندسازی را. در جاغوری هیچ بندی نبود، شما در جریان هستین قبل از اینمی بند دهقان پیل در سر ششتین، اینمی اولین الگوی زیربنایی است که در جاغوری الگو شده که ما بندسازی را در سر جاغوری بر فلان فرهنگ شده شروع شده. یک مسئله دیگه که در قسمت امورات مالی ایتر فکر کنین که هر حسابات مالی در هر کشور در هر گوشه از دنیا مشکلات خود خدره است و ای تفاهم ایجاد میشه. متاسفانه جامعه ما در شرایطی است از زندگی مونن که ما بیشتر این که مثبت فکر کنیم همیشه منفی اندیش بودیم، همیشه منفی فکر کردیم که ما همیشه مثبت فکر نکردیم که مثبت رشد نکردیم. جامعه ما به این شکل بوده، چه در داخل چه در خارج، و هر کسی که در درون جامعه یک کار خیر را اقدام کرده، یک مسیری را درست را راه رفتن، در مسیر انسان‌هایی که در یک مسیر درست گام برمی‌داره حتما موانع وجود داره، مشکلات ها وجود داره. ما در جامعه افغانی هستیم، در اینجا هیچ راهی همواری وجود نداره که ما در اون مسیر بریم، به اصطلاح پدر کلانا که پای ما در سنگچو سخت نشنه. ما از تمام کسایی که ممکنه این برنامه های از ما شما را بینگرنن و خواهش ما ایست که ما در یک جامعه پر از مشکلات زندگی مونیم و کسایی که در راستای کار خیر، در راستای کارهای عام المنفعه قدم میله، به جای زی که زیر دست چرا بگیریم، زیر شانش بگیریم، همراهش همکاری کنیم، کمک کنیم، او رشد کنه، ترقی کنه. ما متاسفانه افکار ما از بس که منفی بوده تلاش مونیم که جلوی رشد یک کسا رو بگیریم. این فرهنگ شده. ما به جای زی که هر کسی که بالا برمشه او را همراهش کمک کنیم، تلاش می‌کنیم از پایش بگیریم، کش کنیم پایین باید. ما تا هنوز همیت رقم بوده که در جامعه روش نگدیم. و ما خواهش می‌استه که در کل ای باید فرهنگ شنم. در
قومای ما در بامیان سرک را گرفت کاگل کرد، با کاگل سرک پخته نمیشه. یک اعتراض مدنی بود که برای دنیا نشان بده، بر جامعه افغانی نشان بده که این وطن اگر دیگه نشد ما می سرک خورا کاگل هم بود. و یه حالی هم پیامی میسته که هر کسی که پیامی ما را میشنود، چه دوستای در خارج و داخل، بیایید که دست به دست هم را بگریم، فرهنگ جور کنیم. اینمی که سر از این بند چشتیم، این یک تاریخه، این یک آثار یادگاری بشره که در صدها سال، هزارها سال اگر طوفانهایی را تخریب نکنه این باقی مومنه در اینجی، و نسل بعدی که باید در اینجی قضاوت نکی در زمان که آقای اخلاصی اینجی قد تلفون خو شروع کده، از صفر شروع کده و این راورده یک بند جور شده که امروز کل جاغوری، کل هموطنای ما در اکثر نقاط کشور به او افتخار مونه. چی قسم جور شده؟ بیشتر یک میمانی در این جمده بود از تبرغنه که جاغوری بود که در خارج هم زندگی نه، به می امید هم بود که برم بند دهقان سیل کنم. چی جور شده؟ وقتی که از اینچه خداحافظی که رفت، آقای اخلاصی را خوب همیتا در بغل مکم فشار داد. اونمو بیانگر از او احساسی بود که او آدمی که در خارج زندگی کده بود نشان داد که واقعا اینجا کار شده. خروارها سنگ و خاک در اینجا است. 32 لگ افغانی را اینجا فعلا ما پیشترک در حساب آقای که مسئول مالی گفت 32 لگ افغانی بوده. 32 لگ افغانی را سیل کن شما این خروارهای سنگ و خاک را که یک بنای تاریخی است در اینجا جور شده بلی نسل بعدی. ای که است او قدر سوی تفاهم خلق ننه که ما ناجوان مردانه باییم بگیم آقای اخلاصی بیل خریده، در فلانی مغازه شریگه، در اونج شریگه. این رقم امو کسایی که در یک مسیر رشد است او را انگیزش میگره، روحیش را میگره. این تهاما که است واقعا شخصیت های انسان ها را ترور مونه. این رقم ما ترور شخصیت باید نکنیم. اینجا چی بودی جایی بوده که آقای اخلاصی از او در مغازه شریک باشه، در بیل شریک باشه؟ همین خاک زیر که تول کنی، امیر که در متر مکعب 20 اینجی، اما قیمت زیر 20 اینجی که امیر انتقال داورده همینجا، اما 32 لگ روپی رو پوره ننه. شما هم دین علی از چی شما هموش کدین؟ دیگه پروژه هایی که مثلا پروژه سرک شهید تبسم بوده، بند گلستان بوده، مثلا بند همت بوده، دیگه پروژه هایی که ما در سطح جاغوری سرشکار کدیم، ما دیست به دیست هم دیدیم. یک دنه تلفن ساده از آقای اخلاصی، یک از ما، یک آقای سروری، از دیگه دوستای هر جایی که موریم موتر هتل شه گده ما یا موتور خرسوره شده موری همون جی ویدیو میگیری نشر مونی. ایره متوجه شده کلی برادرایی که در خارج بوده، یا مثلا این د اینج از ننگرهار کمک شده، د اینج از جلال آباد کمک شده، از بدخشان کمک شده، برادرای شیعه اسماعیلی مو کمک، هر کسی د اینج کمک شده د لیست است. یعنی میالم این می رقم حرکتی که د اینج به وجود آمده این رو باید صد نشینیم. من خواهشنم که ترور شخصیت نباشه. واقعا اینجا خیلی کسا هست از جان حمایه میله، از امزو بودجه که باید برای اولاد خود مصرف کنه. ممکنه بچه آقای اخلاصی کفش نداشته باشه، در مکتب مرا تبرک نداشته باشه، اما خرج تلفونی که باید اینترنت بخره او را مجبوره که پیدا کنه، او را پیدا کنه. انگیزه پیدا کنه زور دره که در سر کو باره اونجا در یخیا چی کنه. آقای سروری دیگه دوستایی که در این قسمت فعالیت منن واقعا هدفمندانه ما حرکت مینیم. ما به خاطر ازی معاش نیسته، به خاطر ازی ما الخشه مثلا در سنگر هستم. زنگ زد گفت که اینمی امروز اینمی جی بین ما حضور میم به خاطر اینجا میم، به خاطر ازی که ما در پشت یک دیگه خو باید استاد باشیم. این حرکت متوقف نشنه در یک بند، در دو بند. ما حاضر هستیم در نقطه نقطه جاغوری با اینمی جمعه که اینمی جسته بریم، هر برادری که در اونجا کارهای را اقدام مونن زیر دست چرا بگیریم، همراهش دروشانیش را بگیریم، همراهش همکار باشیم، تبلیغات صورت بگیره تا ما بتونیم که جامعه را از این فقر، از این بدبختی، از این منفی نگری نجات بدیم. اگر ما همیشه منفی فکر کنیم ما به جایی نمیرسیم. جامعه از ما متاسفانه در سطح کشور حرکات های منفی را، پلان های منفی را شما میگیرنین. چقدر پلان های شومی که برای فعلا در سطح منطقه مکتب سید شهدا را زد، این پروژه هایی هست که ما متاسفانه بعد از این ما خودم نگران زیستم که این پروژه سر اقلیت ها تطبیق میشه و ما متاسفانه قربانی میشیم. به اونجی ما در هر بخشا نیاز داریم که هم امنیت خرا بگیریم، هم کار کنیم، هم خانه خرا جور کنیم. در شرایطی
افغانستان این رقم چیزا هست، میلیاردها میلیاردها دلار در افغانستان، اما متاسفانه در این گوشه کنارا کسیش خبر نشد. ما نمونهش را بلدیش مگیم، شما اگه این گزارش را از بند دهقان میگرین، برین از پولی که در مازار بی بی جور شده، از پولی که در دیگر جاهایی که دولت جور کرده، یک دفعه از نماینده های امزوم ارزیا بکن چقدر بودجه بلدیزو هم ده، چقدر کار شده بودجه های دولتی میا بودجه چیزای میثاق ملی شهروندی در یک جای دیگه جور کرده، از مسئولین ازم یک گزارش بگیرین چقدر بودجه این مینجم ده، بلده نمزی پول، بلده نمزی بند، بلده نمزی هاوس چقدر پیسه هم ده. اما ما برداشت می هسته که اونجا 70 لک 80 لک 100 لک بودجه ها ده او پروژه ها در اونجا حیف میله های بسیار بزرگی صورت میگره. ای را امو برادر ما که در خارج با یک احساس 50 روپی خرید ده، 100 روپی خرید ده، 500 روپی خرید ده، او را بخی اطمینان میدیم که این اینج یک بنای تاریخی جور شده که امروز ای در رسانه ها نشر میشه، بخی مطمئن و خاطر جمع باشه. سرگش ای تبسم را اگر شما یک دفعه از اون مسیر گذر کنین برین یک نفر را ببرین وجدانن بگین امی سرک در چند پیسه تو باشی جرمنی، ها یک کسی دیگر از دیگه نقطه جاغوری بایدین در چند جرمنی، او غیطا او مردم متوجه مشه که این سرک چقدر هزینه بلگده، مردم چقدر از خود گذری در اینجی بیل خورمو برا. امی آقای الزاده که بیشتر همراهش مصاحبه گرفتیم، از لحاظ امنیتی بیلی که در اونجی کارمونه چقدر تهدیده، 50-60 هزار دلار خورمو برا در یک جایی که یک راکت در نیم ساعت طالب میتونه بای بیزنه او را در بیدیه. اینه میخواست خودگذری همزی مردم را نشان میده که مورا امو خطرات را متحمل میشه و در اونجی امو سرمایه خر مبره در خطر بخاطر که مردم مو در سهولت و آرامش زندگی کنه. بسیار زیاد تشکر. من اینه میخواستم صحبت های بود. ببخشیم بود. دوستای عزیز ببخشیم، ما از وقتی که من شیشتم کامرا در اون سیر بود. ویدیو گرفتیم مو. اصلی ویدیو از با ایتی نبود، اصلی برنامه از ما ایتی نبود که اصل برنامه از ما سرپرایز کدنی آقای اخلاصیه. درسته و فقط شه از چیزار شنیدادم، فقط خواستم موسی تفاهم رفت شما درسته فقط میقدر خانم بیشاند، حتی ما خود ما متوجه نبودم، حتی از خوب فعلا دربین روشن میدونم که گفار میزنیم نه؟ بله دفتا آقای سرگاری پلان بخانم؟ ما این را نکم تکنم نک یه خانمو رو خوبه پشت سحنه خوبه پشت سحنه خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اخلاصی عزیز سلام، اجازه بدهید اول خود را معرفی کنم. من انجینر عزیز الله زیرک، یک از پیرمردان جاغوری ساکن شهر اتلانتیک امریکا، ایالات متحده امریکا می باشم. در سال 1345 با یک بورس تحصیلی از طرف تیم امریکا که در فاکولته انجینری آن وقت تدریس میکردن برای استادی انتخاب شده بودم و بورس گرفتم و واضحا زمامداران حکومت چین بورس عمده را در آن زمان به یک بچه هزاره هیچگانه میدادن. حالا ممکن وضع زیاد تفاوت نکرده باشد. بعد از اکمال دیپلم انجینری و ماستری تقریبا همیشه در اینجا کار و زندگی کردم. 35 سال در یک فابریکه بزرگ تولید برق بس ظرفیت 1.6 میلیون کیلووات از زغال کارگری انجینری به عهده داشتم. 8 سال می شود که تقاعد کردم. تا سن 22 که در افغانستان زندگی می کردم، سالی پکوره در جاغوری یادم نمیاد. ما فقط تعطیل های زمستانی و رخصتی های جشن را همیشه به جاغوری میرفتم. در آن وقت ها فقط در سنگ ماشه یک مکتب بچکانه وجود داشت و بس. آن روزهایی که در جاغوری سپری میکردم از خوشترین و پرخاطرترین روزهای زندگی من بود. همیشه آرزوی نزدیکی سفر به دیار پدری و میان مردم خود بودم و در کابل تعداد مردم جاغوری خیلی کم بود و تقریبا همه ایشان یک دیگر را می شناختن. من خودم در شهر غزنی 72 سال قبل در وقتی که پدرم رئیس ارگان فرقه غزنی بود تولید شدم.
متولد شده. بعد در آخر سال 1328 در وقتی که پدر مرحوم حاجی رئیس قنبر علی خان رئیس ارکان قل اردوی جنوبی وقت بود، در شهر گردریز به مکتب شامل شدم. شاید از اولین متعلمین مکتب از خارج منطقه سنگماشه در تمام جاغوری و مالستان باشم، چون من همه تحصیل کرده های عصر خود را در آن وقت می شناختم. با این تاریخچه زندگی شاید برای تان واضح شده باشد که با عشق و علاقه همیشگی به وطن ما جاغوری که داشتم، از چانس زندگی کردن در آنجا و دیدن آن کمتر بهرمند شدم. از برکت یوتیوب از پار سال متوجه شدم که مردان زحمتکش خیلی زدمند ما در جاغوری با داشتن وسایل ابتدایی هزینه نسبتاً کوچک در کمتر از 2 ماه یک بند برای ذخیره آب بهاری ساختن و یک کسی هر روز با شوق و علاقه زیاد و بالنوبه افتخار آمیز هر روز از پیشرفت کار آن گزارش می دادن. که بعد با نام شما آشنا شدم. این راپورها علاقه مرا خیلی جلب کرد و این راپورها را به علاقه تعقیب می کردم. بعد با چندین پروژه دیگر را هم تعقیب کردم. اگرچه از اول رول شما را و حس یک جوان فداکار زحمتکش تشویق کننده و راهنما حس کردم، ولی وقتی که خواهر شما شایسته جان در یک برنامه خود را خدمت فوق العاده و رول مهم شما را در امور پروژه های متعدد در جاغوری توضیح دادن، یقین پیدا کردم که تشخیص من از شما بجاست. در یک از پروگرام های خبری تان از آقای حسینی در بند دهقان شنیدم که افسوس میکرد که شما با این قدر علاقه و جانفشانی ضرورت شدید به یک موتر سایکل دارید. آن وقت بود که متوجه شدم که اشخاص مثل شما مصدر خدمت خیلی زیاد و مؤثر در تمام پروژه ها در جاغوری هستند، ولی تشویقگران از رول مرکزی اشخاص مثل شما درست متوجه نشدند. بدون زحمت امسال شما کاری خیلی های کمتر را خیلی جا شد. زحمت امسال شما کارهای خیلی کمتر نتیجه خواهد داشت. اجازه بدهید که من این کوتاهی ما تشویق کنندگان تا حدی تلافی کنم. با این تحفه ناچیز خود کمی در کارهای نیک و پرمزد شما سهولت وارد سازم. امیدوار هستم پسند شما واقع شود و بعضی از مشکلات شما رفع کند. آرزومندم موفقیت شما و تمام همکارانتان. از مشوره و همکار شایسته جان در این مورد خیلی سپاسگزارم. از املا و انشای ناقص خود معذرت میخواهم. سالها اینقدر فارسی ننوشته بودم. امید است مقصد را ارائه توانسته باشم. و سلام. اینمی آمه برادر بودن خدمت شما تقدیم کردن. آره که ما بخواندم شاید بعضی خوب خواندن نتوانستاشم روان دیگه. ما معذرت میخواهیم. یک بار دیگر ما به نمایندگی از مردم شریف پاتو و از مردم شریف جاغوری از انجینیر صاحب سپاس گذاری ویژه دارم و یه امانت که دادن ایر خدمت آقای اخلاصی صاحب تبریک میگم. نه تنها ایر برای آقای اخلاصی صاحب آن کرده، بلکه برای همه کسانی که در کارهای خیر و عمل و شب روز زحمت میکشد ایر ارسال کرده که ایر ما به نمایندگی از آقای اخلاصی از آقای سه تبریک میگیم. امرو واسکی؟ خداوند عالم برای ازی برادر انجینیر عزیز الله توفیقات زیادی بدهد و سلامتی برای خودش و فامیلش ان شاء الله بدهد بر محمد و آل محمد سلام. الله بله. بله. ما خدایش یعنی چپنی یعنی اطراف نم دوستای گرامی خانم بشارت، ما در زندگی امی اولین روزیه که
یک همچو توفه دگیر میاد. ما میگیم این توفه وقتی که هستن باور کن که ما اصلا نه گپی بد شنیدیم، نه منداشتیم در گذشته ها. ما هیچ بدی ندیدیم. همه خلاص شدن و ما باور کن که امکانش بود که در جای باشی که اونجا هیچ گپی گفتاری نباشه. ولی لذت زندگی زمیسته که آدم در بین مردم خوب باشه. همه هرچی از دوست هایت نکوست ولو که فوش و دشنام هم که باشد با خدا قسم امویش در خانه اسکی پیدا میشه. امویش هم سایی است قوم است که بخشی ادم همیتو مگن. باور کن که خیلی از عزیزایی که امیت گبار دو سال پیش مگفت بعد از دو سه سال امونو عزیزترین همکارا از مستم. من انجینیر سایب رخه ایج ندیده در ارتباط نشده اقدر لطف و بزرگواری که کرده. ما برای از طرف خود از انجینیر صاحب زیاد تشکر اینم و برای ام انجینیر صاحب قول میدیم بخش مردم پاتو قول میدیم که اخلاصی تا که هسته در بین مردم است و اگر امکاناتش هم که باشه دیگه در جایی نمیخوایم که بوره. اینمی روزای اول که ما هم دبدیم خیلی کسا ما گفتن که باور کن که هر کس که اینجا هم ده نگنام هم ده بدنام پسه. ما گفتم ما هم ده جمله از زمان ها خیر است، مشکل ندارم ما که نگنام هم دوم. اگر نگنام رفتم هم سهیه، اگر بدنام هم رفتم سهیه، منتها وجدانم راحت باشه، راضی باشه. یک مسئله دیگه هم است، خبرنگارا هر سینفی که باشه قدر دیه خوی یک مقدار کمتون در افغانستان آقای سروری صاحب گرامی در جای یک کمتون حسادت دارن. ولی این رقم کمتر داشته که خانم جفایسته به عنوان یک همکار اینا باید یک دلسوزی کنن، یک این رقم رقابت که هیچی که بلکه حمایت کنن، همکاری کنن، خواهری کنن. ما امی زمان دوستان میگفتن که موتور اما کنیش هم نبودن، اما غرازه هم اما کفشکانه در بیابان نعمت هست اما هم نبود. ما فضل خدا امسال بچه در لیسه رفته دیگه نتنستم که ما موتور از او بگرم بگیم نه تو پیاده برو. ما حق دارم که خود قربانی کنیم، ما حق ندارم که اولادای قربانی کنیم. همی سرمایه آن و بون و نمو بود او تسلیم ازم. ما بودم فکر کنم همی کار از من خدا پسندیده، شما عزیزار به کمک از ما رسنده. لطف کردیم، سلامت باشیم. تشکر از انجینیر صاحب عزیز الله زیرک. انشالله که در زودترین وقت ما ایشون را ببینیم و سپاسگزاری بیشتر باشیم. لطف کردیم، سلامت باشیم. با پاس زحمات شما آقای اخلاصی هم توفیشیم بفرمایید. تشکر، تبریکشون باشیم. لطف کردیم، باور کنیم که آدم به همکار مثل شما، به خواهر مثل شما باید افتخار بکنند. شما افتخار مردم ماستین، افتخار جمهوری هستین، خانم فعال، زحمت کش، پرتلاش و البته دلسوز. لطف کردین، زنده باشین. این لطف و بزرگواری انجینیر صاحب عزیز الله زیرک در زندگی نخواهد فراموش کنم و باور کنیم که اگر پیش ازی کم بوده زیاد بوده ازی به بعد اینمی خودش برای ما تلقین عزیزتن که باید در آینده بیشتر از گذشته تلاش کنیم.
انشالله که ما فکرم که توفیق زیره سد تأیید کارکرت های از مستن اگر این مورد رضایت دوستا بوده باشن انشالله که تلاشات مو بیشتر از اینه که در دادگاه مردم محاکمه نشنیم پیش ازی کردن در دادگاه خدایی محاکمه نشنیم در دادگاه وجدان مردم خودش یک دادگاه سن در این محاکمه نشنیم لطف کردیم تشکر تشکر از شما از تیم و جورنال تشکر از انجینر سید زیرک اگر کسیم که کنیم صاحب موسیقی صاحب و را چیز ننیم بخیر بومی خدا ماسیم بگمه در کارم شدم دوین که یا بخیر حوال نیم بسم الله اگر میخواییم این کارم دیدالیم بیشی رو فرمانی ایدارا